هزار و یک شب. چون شب 588 برآمد، گفت ای ملک جوانبخت، آن کودک مال پدر به تمامت تلف کرد، غلامان و کنیزکان نیز بفروخت و همه را صرف کرد تا اینکه بیچیز شده با مزدوران به کار می‌رفت. سالها نیز حال بدین منوال بود تا اینکه روزی از روزها در پای دیواری نشسته چشم به راه انتظار داشت که او را اجیر کنند. ناگاه مردی نیکوروی و نظیف جامه پدید شد و به او نزدیک گشته سلامش داد. جوان به او گفت ای عم، پیش از این مرا می شناختی؟ آن مرد گفت لا والله ای فرزند، تو رو هرگز نمی شناختم، ولیکن آثار نعمت و بزرگزادگی در تو دیدم، بدان سبب سلام دادم. جوان گفت ای عم، آیا تو را کاری هست که مرا بدان کار بداری و به خدمتگزاری خود بگزینی؟ آن مرد گفت ای فرزند، همی خواهم که تو را از برای کاری آسان به خدمتگزاری بگزینم. جوان گفت ای عم، آن کار کدام است؟ آن مرد گفت ای فرزند، در نزد من 10 تن از مشایخ هستند که به یک خانه اندرند و در نزد ما کسی نیست که حاجت ما را برآورد. اگر تو به خدمت قیام نمایی، تو را خوردنی های لذیذ و جامه های فاخر دهم و زیاده بر آنچه که تمنای توست به جای تو نکویی کنم و امیدوارم که خدای تعالی دولت تو را به سبب ما به تو رد کند. جوان گفت سمعن و طاعتا. آنگاه شیخ به او گفت مرا با تو شرطی است. جوان گفت ای عم، شرط کدام است؟ شیخ گفت ای فرزان، باید راز ما بپوشی و هرچه از ما ببینی آشکار نکنی و هر وقت ما را گریان بینی از سبب گریستن سوال نکنی. جوان گفت ای عم، چنین کنم. پس شیخ گفت با من بیا. جوان از دنبال شیخ برفت تا به گرمابه برسیدم. آن شیخ جوان را به گرمابه اندر برد و تن او بشست. آنگاه خادمی را فرستاد، حله زیبا و نیکو آورده به آن جوان بپوشانید و او را به منزل خیش برد. چون جوان داخل شد، خانه ای دید بلند بنیان و محکم ارکان که غرفه های روبرو و وسیع دارد و او را ایوان هاست و در هر ایوان حوضی از آب روان است و از هر سو منظره ها به سوی باغ گشوده می شود. شیخ آن جوان را به یکی از غرفه ها درون برد. جوان آن غرفه را دید که با رخام های رنگ رنگ زمین او را فرش کرده اند و سقف او را به لاجورد و قلم زرین نقش بسته اند و فرش های حریر آنجا گسترده اند و در آنجا 10 تن از مشایخ حلقه زده اند و جامه حزن و اندوه پوشیده گریان و نالان اند. جوان را کارشان عجیب آمد و خواست که از شیخ سوال کند. شرطی که کرده بود به خاطرش رسید، زبان درکشید. صندوقی که 30,000 دینار زر سرخ در آن بود به جوان سپرد و به او گفت ای فرزند، از این صندوق از بحر ما و خیشتن صرف کن که تو امیر مایی و عهدی را که با تو کرده ام نگاه دار. پس از آن جوان به خدمت ایشان قیام نمود و از آن زرها صرف می کرد تا یکی از ایشان بمرد. یاران او را غسل داده کفن کردند و در باغی که پشت آن قصر بود به خاکش سپردند و پیوسته مرگ ایشان را یکی یکی می گرفت تا
اینکه جز آن شیخ که آن جوان را از بحر خدمت آورده بود کسی باقی نماند و او با جوان در آنجا بماندند و جز ایشان کسی نبود. سالها بدین سان بود تا اینکه شیخ بیمار گشت. چون از زندگانی او نومید شد روی بدو آورده به او گفت ای عم، من شما را خدمت کردم و در این 12 سال در خدمتهای من کوتاهی نشد. شیخ گفت آری ای فرزند، به خدمت ما قیام کردی چندان که مشایخ وفات کردند و من نیز از مرگ ناگزیرم. جوان گفت ای خواجه، همی خواهم بدانم که سبب گریستن و نالیدن شما چیست و این حزن و اندوه و حسرت و ندامت از بحر کیست؟ شیخ گفت ای فرزند، تو را به این کار کاری نباشد. مرا به چیزی که طاقت آن ندارم تکلیف مکن، که من از خدای تعالی سؤال کرده ام که هیچ کس را به مهنتی که من دارم گرفتار نکند، و اگر خواهی که از ورطه‌ای که ما در آن افتاده ایم به سلامت برهی این در باز مکن، و به دست خود اشارت به سوی دری کرده از آن در او را بترسانید و گفت اگر می‌خواهی آنچه به ما رسیده به تو نیز برسد این در باز کن که سبب آنچه از ما دیدی بر تو آشکار گردد، ولیکن پشیمان شوی و پشیمانی تو را سود نبخشد. چون قصه به دینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. قصه گو شهرزاد فتوحی، تنظیم مجتبی میرسمیعی.